همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست و همچنین شاهین صمیمی کارشناس مسائل آمریکا و امنیت ملی اینجا در استودیو. با آرش شروع میکنم. دیگه تو آخرین نفس واقعا خانم هیلی مبارزه کرد، ولی فکر میکنم نه نفسی باقی ماند نه پولی. درسته و هیچ کس هم در حزب جمهوری خواه به ایشون خورده نمیگیرد که تا حالا ادامه داده است. همه تبریک میگویند به خانم نیکی هیلی. یادمون نره 13 کاندیدا بودند، 12 تاشون مردانی بودند که بیشترشون سابقه سیاسیشون خیلی بیشتر از خانم هیلی بود و یکی که اونها رو از میدان به در کرد. در نهایت در سایه ترامپ بودن هم شاید برای خانم هیلی موفقیت بزرگی باشد. اسمش رو تونست به عنوان اولین زنی که در تاریخ حزب جمهوری خواه توانست از پرایمری رو از آن خودش بکنه ثبت کرد. البته خب با این وجود اینکه در قرن 21 هستیم، توقع داری واقعا وقتی اسم یک حزب میآید اینکه بالاخره حزبی مثل جمهوری خواهان توانسته باشد حداقل یک زن به عنوان لیدر تا حالا معرفی بکند؟ اما فعلا تا حالا که نبوده است. خانم هیلی تونست خیلی از توقعات مختلف در مورد حزب جمهوری خواه رو، مخصوصا اون بخش محافظه کاری که دنباله‌روی خانواده جورج بوش هستن، خانواده جورج بوش پدر و پسر و بقیه، خانم نیکی هیلی خیلی خوب تونست نمایندگی کنه اون بخشی از جمهوری خواهان که جمهوری خواهان جورج بوش بهش میگویند. شاید خیلی بهتر از خیلی آدمای دیگه، حتی جاب بوش پسر کوچکتر که سعی کرد جای پدر و برادر بزرگترش بگذاره، و همین آقای ترامپ کاملا ایشون رو در عرض یکی دو دیبیت، در یکی دو مناظره کاملا از میدان به در کرد. با این حال در مورد خانم هیلی میبینین ایشون هنوز آقای ترامپ رو حمایت نکرده. در سخنرانی خودش بخشای اشاره کرد، خیلی کوتاه بود، بزرگمنشانه بود، خیلی باهوش طراحی شده بود. یک تیکه از زندگی شخصی خودش داش گفتی، مادرش به عنوان نسل اولی از تاریخچه زندگی خودش گفت، بخشی از تاریخچه سیاسی جهان نقل قول کرد، از مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن انگلستان که میگفت راه خودت رو پیدا کن به جای اینکه بخوای دنبال روی مردم باشی، و بعد کنایه‌ای بود در برابر افرادی که میگویند باید هرچه سریعتر خانم هیلی حمایت خودش رو اعلام میکند از دونالد ترامپ. حقیقت این است که بخشی از جمهوری خواهان، بخش کوچک ولی بخش پر سر و صدایی از جمهوری خواهان، به هیچ وجه حاضر نشدند به دونالد ترامپ رأی بدهند. این تواند در انتخابات اصلی، در انتخابات ماه نوامبر، نقطه پاشنه آشیل آقای ترامپ باشد. بخشی از جمهوری خواهان میگویند به هیچ وجه حاضر نیستند به ایشون رأی بدهند، و خانم هیلی هم در سخنرانی خودش اشاره کرد که آقای ترامپ وقتش هست که اعتماد مردم رو به دست بیاورد، سعی کند برای اینکه به اون بخش جمهوری خواهان رو که با ایشون مخالفند یا میگویند که دونالد ترامپ نمیتواند هیچ گونه ایشون رو، در واقع آقای ترامپ نمیتواند اون بخشی از جمهوری خواهان رو در واقع نمایندگی کنند، خانم هیلی گفت آقای ترامپ وقت دارد تا انتخابات نوامبر که این طرز تفکر رو برگرداند. یه تیکه کوچیک هم من صحبت کنم راجع به بخش دموکرات‌ها اگه اجازه داشته باشم. در مورد آقای بایدن، خب روز سه‌شنبه بزرگ انتخابات پرایمری برای دموکرات‌ها هم بود. آقای بایدن خب در بیشتر ایالت‌ها با اختلاف زیادی تونست موفق شه. آقای دین فلیپس که ایشون رو به چالش کشیده بود، حتی بعضی وقت‌ها از خانم مری ویلیامسون که از انتخابات کنار هم کشیده بود رأیش پایین‌تر بود. با این حال در چند تا از ایالت آقای بایدن هم به شدت به مشکل برخورد کرد، مخصوصا در ایالت‌هایی که ایشون تنها فرد روی برگه رأی بود، ولی تعداد افرادی که رأی داده بودند که انتخابی نداریم یا به هیچ کدوم از کاندیداها رأی نمی‌دهیم 10-12-13% بود. در ایالت‌هایی که میتونن سرنوشت ساز باشن 10-12% دموکرات‌ها میگویند ما به حزب وفاداریم ولی این کاندیدا رو نمی‌خواهیم. این خیلی خبر بدی هست برای کارزار انتخاباتی آقای بایدن. با اینکه از کاخ سفید بپرسید میگویند اینها همه نظرسنجی هایی است که تا ماه نوامبر تغییر میکنه، اما کارشناسان میگویند هر دو کاندیدا مشکل عمده‌ای دارن با بخشهایی از رای دهندگان حزب خودشون. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. همطور که گفتم شاهین صمیمی کارشناس امنیت ملی هم اینجا با ماست. آرش اشاره کوتاهی کرد به اون بخشی از جمهوری خواهان که میگویند never Trump یا هرگز به ترامپ رأی نخواهند داد. چقدر فکر میکنید که با کنار رفتن خانم هیلی، الان که دیگه نامزد دومی وجود نداره، آقای ترامپ
میتونه بعضی دست کم از این هرگز ترامپی ها رو به خودش جلب بکنه. با درود به شما مردم عزیز ایران، ببینید کار دشواری هست برای اینکه آقای ترامپ به صورت شخصیتی علاقمندی نداره که بره درخواست رأی بکنه یا درخواست جلب توجه بکنه. ایشون همیشه از این نقطه نظر آمده جلو که من یک فرد بسیار خوب و محبوبی هستم و مردم به طرف من گرایش پیدا میکنن، نه اینکه من برم درخواست بکنم. خانم هیلی هم در سخنرانی خروجشون از کارزار انتخاباتی این رو به واقعیت اشاره کردن، بهش که گفتن علی‌رغم اینکه من به آقای ترامپ تبریک میگم، اما ایشون بایستی برای به دست آوردن آراء جمهوری خواهان تلاش بکنه. یعنی در حقیقت داشت میگفتش که شما هنوز این آراء رو به دست نیاوردید و این 20% که به خانم هیلی رأی دادن، اگر اینها بخوان یا در خونه بمونن یا بدتر از حزب مخالف حمایت بکنن، کار رو برای آقای ترامپ بسیار دشوار میکنه. اینو من میفهمیدم اگر خانم هیلی مثلا 4 ایالت رو دیروز میبرد، یعنی یه دونه ورمانت رو در جیب داشت و یه دونه همین واشنگتن دی سی رو که خیلی جای تعجب نداره، چقدر این اون رو در موقعیت قرار میده که چنین نطقی برای آقای ترامپ بکنه؟ ببینید ایشون به خاطر اینکه الان اون نماینده های کنوانسیون، اون دلگیت ها رو در دست داره و در اولین کسی بود که وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد و آخرین کسی است که خارج میشه، برای خودش یک وجهه‌ای در میان جمهوری خواهان خریده. الان ایشون داره از اون خرج میکنه، از اون وجهه داره خرج میکنه و داره به آقای ترامپ یادآوری میکنه که شما سرانجام کار ممکنه برای رد شدن از خط پیروزی به من نیاز داشته باشی. پس برای خودش داره یک جایگاهی در حزب جمهوری خواه ایجاد میکنه، اما حزب جمهوری خواه اون حزب جمهوری خواهی نیست که حتی ما سال گذشته ای که کارزار انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری آغاز شد دیدیم. حزب جمهوری خواه حتی رئیسش هم داره عوض میشه، یک فردی که بسیار طرفدار آقای ترامپ هست داره میاد، به احتمال خیلی زیاد عروس آقای ترامپ هم معاون ریاست حزب خواهد بود. پس میبینیم که خانم هیلی علی‌رغم تلاشی که میکنه، بیشتر تمرکز خانم هیلی روی افراد متمولی است که از کارزار انتخاباتی ایشون حمایت میکردن و امروز بعد از خروج از ایشون آمدن اعلام کردند که ما به طرفدارای خانم هیلی توصیه میکنیم از آقای بایدن در نوامبر حمایت بکنن. پس خیلی جنبه ها این انتخابات درون حزب جمهوری خواهان غیر متعارف بود. این که خانم هیلی تا اینجا هم پیش آمد، خب برای خیلی ها تعجب برانگیز بود، به خصوص با شکستی که در نیو همشایر و آیووا و کارولینای جنوبی که هر دو اونجا بودیم متوجه او شد. چه بود به نظرتون در پس ذهن خانم هیلی که تا اینجا ادامه داد؟ من فکر میکنم ایشون دو تا عامل مهم داشت. یک، اون افراد متمولی که تا یک هفته گذشته از ایشون حمایت بیشاعبه ای داشتن و اونها بودن که به ایشون این قوت قلب رو میدادن که پول داری، پس برو جلو و اقداماتت رو با بدون ترس اعلام بکن. و نکته دیگر این بود که خانم هیلی میدونست که به عنوان بهترین آلترناتیو برای ترامپ خودش رو به مردم معرفی کرده. نه زیاد به ترامپ خورده گرفته، نه زیاد به ترامپ توپیده، اما در این حال یک کنتراستی بین خودش و ترامپ و بایدن درست کرده و به مردم یک واقع بینی رو ارائه کرد. حالا البته ایشون و ضمناً من فکر نمی کنم که کارزار انتخاباتی که نام نیکی هیلی توش باشه الان تمام شده باشه. حتی اگر الان نه، 4 دیگه من فکر می کنم ایشون برمی گرده روی صحنه سیاسی. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ما.